دوستان و بینندگان خوب برنامه های مختلف پرشین وارز یا جوایز فارسی، مصاحبه های مختلفی که من و دوستان من در بخش های مختلف انجام میدیم و شما دعوت میکنیم که به این بخش های مختلف مصاحبه های گوناگون ببینید، گوش بدید و ببینید که چقدر مطالب تازه و جالبی رو برای شما داریم. و من هم در پی برنامه و پروژه بزرگی که پرشین وارز یا جوایز پارسی بر عهده من گذاشته و به نام خاک هست، خاک میهن، خاک وطن، خاکی که همه ما بهش عشق داریم، به سرزمین کرمان و استان کرمان و شهر کرمان اومدم و با یک هنرمند خوب، هنرمند جوان اما پر از تجربه، هنرمندی که انگار یک شبه ره 100 ساله رو رفته، مصاحبه ای رو دارم. کسی که پژوهشگر هنرهای بدوی و بومی هست و هنرمند هنرهای تجسمی در زمینه نقاشی و مجسمه سازی، هنری که همه ما میدونیم با تکنیک های مختلف، با وسایل مختلف و از یک چوب، یک تیکه سنگ یا فلز و یا چیزهای دیگه مجسمه رو می سازن که گاهی حتی نمیتونیم چشم ازش برداریم و این هنر به هر حال به شکلی ستایش شده هستش. به عبارتی میتونیم بگیم که تندیس می سازن، مجسمه می سازن، پیکره می سازن و خب کشور ما هم ید طولایی در این کار داره و سابقه بسیار طولانی. مجسمه ساز و هنرمند این برنامه ما جناب مسلم سعید هستن. ضمن خوش آمد به ایشون، خدمتشون سلام عرض میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. این باعث افتخار بنده است و بسیار مشتاق این مصاحبه بودم و ممنونم از شما که این افتخار نصیب بنده کردید. خیلی خوشبختم. من خودمو معرفی کنم؟ بله حتما. ما میخواییم بدونیم که شما به هر حال همونطور که گفتم پروژه خاکه و ما در سرزمین کرمان و شهر کرمان هستیم. پس از خودتون بگید کجا به دنیا آمدید، کجا بزرگ شدید، کجا روش کردید و الان کجا هستید؟ من متولد کرمان هستم و تحصیل کرده هنرهای تجسمی از کشور قبرس. من فعالیتم رو از همون آغاز کودکی شروع کردم، به خاطر اینکه یعنی از جوره از قالی‌بافی شروع کردم، بعد رسید به طراحی و نقاشی و الانم مجسمه و الانم در جزیره قشم هستم که روی سنگ‌های جزیره و هنر بدوی جزیره مشغول فعالیت هستم در این زمینه. اگر اطلاعات بیشتری هست سوال بفرمایید که من پاسخ. حتما. شما فرمودید که قالی بافی شما رو به طرف هنر نقاشی و بعد از اون مجسمه سازی کشید. انگیزه ای که و جرقه ای که در شما ایجاد شد که برید سراغ هنر قالی بافی بودش و خب قالی بافی کرمان هم که جای خودش رو داره. آیا به هر شکل دادن یک جسمی ما میتونیم اون رو مجسمه سازی بگیم؟ اگه من فرضاً یه جسمی رو داشته باشم، یه تیکه چوب داشته باشم و بخوام اون رو با ابزار مختلفی که دارم و تکنیک های مختلف یه شکلی ازش در بیارم، آیا این رو هم بهش میگیم مجسمه؟ و اصولاً مجسمه سازی تعریف خاصی داره یا نه؟ اگر یک مجسمه ساز یه تیکه چوب حتی از روی زمین برداره بگین مجسمه است، قطعا مجسمه است. ولی اگر یه فرد معمولی بگین مجسمه است، باز از دیدگاه مجسمه ساز میتونه مجسمه باشه ولی از دیدگاه مردم عموم خیر. و حالا تفاوت اینا در چیه؟ تفاوت اینا در اینه که چرا از دیدگاه یک مجسمه ساز یه تیکه گل که حالا شکل هم داده نشده میتونه یه مجسمه باشه ولی از دیدگاه یه فرد معمولی خیر؟
به نظرش گاهی هم یه مقدار خنددار میاد که مگه بله. میشه اینو دستانه خطابش کنیم. بله خب ما از لحاظ مبانی تجسمی به هر چیزی، مثلا توی هنرهای تجسمی نقطه به هر چیزی گفته میشه. شما فرض کنید یک کامیون خیلی دور کنید به شکل نقطه میشه. خب پس از دید هنرمندای هنرهای تجسمی هر چیزی میتونه نقطه باشه، ولی از دید عموم این میتونه به نقطه فقط همونی که ما میذاریم رو برگه یا یه چیز گرد ما فکر میکنیم نقطه است. و این پروسه که یه هنرمند طی سالیان سال طی کرده و دیدگاه‌هایی رو که کسب کرده، اطلاعاتی رو که کسب کرده، مطالعاتی که داشته، دیدگاهش نسبت به اجسام و رفتارها خیلی فرق میکنه دیگه. و اون هنرمند چیزی رو، فرمی رو در دل یه سنگ یا یه چوب یا حتی یه خط میبینه که خب یکم قابل درکش واسه مردم عموم به سختیه که آقا مثلا این چی میتونه باشه، این که فقط یه خطه یا فقط یه دونه خطهای درهم و برهمه. سختی درکش تو همینه که خب اینا همه مطالعاتی که از توی دانشگاه ها و توی آموزشگاه ها اون هنرمند فرا میگیره و یاد میگیره که یه پروسه چند ساله هست و توضیحش توی یکم سخت توی تایم محدودی که آدم بخواد در مورد این صحبت کنه. و برمیگرده همانطور که گفتم، برمیگرده به مبانی هنرهای تجسمی، اون دیدگاه هنرمند، یعنی از لحاظ علم هنر قابل توضیحه که چرا اون تیکه چوب یا تیکه گله یک مجسمه، یک شکل یا یک فرم است محسوب میشه. بله، و هنر مجسمه سازی در ایران خب سابقه خیلی طولانی، اینطور که من خوندم حدود 5000 سال سابقه داره. ولی قدیمی ترین مجسمه ای که به دست اومده کجا مربوط به کجا بوده و چه جنسی ساخته شده و مربوط به چه دورانی هست؟ قدیمی ترین مجسمه مربوط به اگه اشتباه نکنم در اطراف اسرائیل، در بلندی های اسرائیل، و دوتا تندیسه که به نام ونوس، اشتباه نکنم دوتا تندیس خیلی کوچیکه که اینا از سنگ ساخته شدن. و باز بر میایم جلوتر که خب به دوران پارین سنگی هم میرسیم. من بیشتر منظورم در ایران بودش. آها، در ایران. در ایران برمی قبلا توی تاریخ سمتای لرستان، به همون اشاره که کردین 5000 سال پیش، مفرقای مجسمه‌های مفرقی سمت لرستان. اما با کشف شهر سوخته و دقیانوس جیروف تاریخ کمی به هم ریخته تر شده. ما تو شهر سوخته خب به تمدن خیلی قبلتر از 5000 سال پیش برمیخوریم و اونجا اشیایی که کشف کردن خیلی قدیمی تره و حتی یا تو شهر جیروف. حالا این که دقیقاً پیشینی تاریخ مجسمه سازی ایران به چه تاریخی برمیگره کامل مشخص نیست و ما تنها مجسمه ساز تاریخی که داریم در حال حاضر فرهاد کوهکنه، یعنی از دوره باستان ما، و که اونم توی سایه از ابهام اسطوره، برخلاف افسانه است و اسطوره است. و بعد از اون ما که بیایم جلوتر، بعد از پیدایش ادیان یا چیزا، مجسمه سازی کمی روندش خیلی اعتقادی میشه و کند میشه. حالا به دلیل بعد از اون یه دوره ای رو که ما پشت سر گذاشتیم، باز مجسمه سازی راهش رو توی ادیان پیدا میکنه. میرسیم به دوره های مثلا فرض کنید بیزانس. حتی خیلی من یه فاصله رو جا گذاشتم اومدم سمت بیزانس، چون قبل از اون مجسمه بیشتر توی ایران
اگه من بخوام توی ایران بگیرم، مجسمه داخل ایران خیلی مفهومی و با قدرت بوده، برخلاف غرب که یه جور مجسمه سازی رو یادمان اجرا می کردن. مثلا ما توی غرب اگر نگاهی بنازیم اکثر پادشاهان یا مثلا حالا اون اسقف اعظم یا هر کسی که بوده میداده تندیسش رو به صورت کاملا واقع گرایانه بسازن بخونن، ولی داخل ایران یه همچین چیزی رو ما نداشتیم. ما بیشتر حالت قدرتمندانه و حکایت و مفهومی کار میکردیم ایرانیان باستان. داشتم از دوره بیزانس میگفتم، در دوره بیزانس و رنسانس که میایم جلوتر، مجسمه سازی وارد دین میشه و کلیساها با اشتیاق خیلی زیادی شروع میکنن از هنرمندان مجسمه ساز استفاده کردن. اما تو ایران ما روند کندی رو پیش رو داشتیم. البته در دوره تقریبا میشون گفت دوره سلجوقیان و اینا، ما یعنی بعد از اسلام توی دوره غزنویان و سلجوقیان و دیگه اشتباه نکنم که هنر مجسمه سازی و معماری تلفیق بسیار جالبی رو با هم ایجاد کردن و ما آثار پرقدرتمندی رو شاهد هستیم توی این زمینه. و که بیایم جلوتر ما میرسیم به دوره قاجار. دوره قاجار هنرمندانی رو داریم اواخر قاجار به نام علی اکبر حجاری. علی اکبر حجاری که تحصیل کرده به فرانسه هستن و بر میگردن، اینا هم دوره های کمال و ملک بودن، اینا خیلی تأثیر گذار میشن توی هنر، یعنی هنر رو دوباره سر و پا میکنن هنره. البته به شکل نوکلاسیست یا کلاسیست، به شکل واقع گرانانه میان هنر رو دوباره سرعتی رو که باید داشته باشه رو بهش میبخشن. و بعد از حالا علی اکبر حجاری و آقای کمال الملک استادان دیگه نیز می آیند، ابوالحسن خان صدیقی که اینا همه تحصیل کرده فرانسه و ایتالیا بودن، خیلی پر رونق تر از گذشته، خیلی پر انرژی تر شروع به کار کردن و کارهای خیلی مؤثر و جدیتر حتی در ایران و جهان ما شاهد هستیم. و شاگردان ایشان علی اکبر صنعتی که کرمانی هم هستن و هنرمندان مدرنیسمی که ما داریم، ژازه طباطبایی، بهمن محسس و از مکتب سقاخونه پرویز تناولی، ایشان خیلی ما توی دوره، حالا میشون گفت دوره پهلوی، ما شاهد رشد مجسم سازی عالی هستیم. خب شما از تاریخ مجسمه سازی رو شروع کردید از ابتدا تا الان، در این سده های اخیر آیا تفاوت محسوسی رو شما حس می کنید و می بینید بین مجسمه سازان سده های اخیر با مجسمه سازان ابتدایی؟ آیا واقعا هیچ تفاوتی که چشمگیر باشه وجود داره؟ تکنیک ها عوض شده یا ابزار عوض شده یا جنسی که باهاش مجسمه رو میسازن چقدر عوض شده؟ در این مورد هم اگر دانشی رو داشته باشیم خوبه. ما تقریبا از دوره میان سنگی یا همون تقریبا از دوره میان سنگی با پیدایش برنز، مجسمه سازی خیلی تفاوت پیدا کرد. یعنی از وقتی که برنز اختراع شد توی هنر مجسمه سازی تأثیر بسزایی داشت، این از لحاظ متریال. و جلوتر توی هنر معاصر دیگه متریال مهم نیست. یعنی ما تو دوره الان، ما حتی تا این که از مثال زدم از دوره میان سنگی، ما تا همین 200 سال پیش تقریبا دو نوع متریال بیشتر نداشتیم دیگه توی مجسمه سازی استفاده میکنه، حالا یا سنگ بوده یا برنز بوده. بله. حالا گچ و گل و اینا هم که خب جزء متریال ها هست، ولی اون دوتا اصلیه که ما داشتیم سنگ و برنزه. بله، اونا هم دیگه نبودش دیگه. آره.
و از تقریبا هون دوره معاصر به این ور، یعنی از قرن بیستم، ما شاهد پیدایش نفوذ پیدایش متری های زیادی رو داخل هنر مجسمه سازی هستیم و الان در حال حاضر متریال دیگه مهم نیست. یعنی الان متریال مثلا شما پس میرید با هر چیزی که بتونین یه شکل سبعدی، حالا فرم باشه، انتزاع باشه، هر چی که باشه، مجسمه خوانده میشه. و متریال در حال حاضر اون ابهتش رو دیگه توی هنر مجسمه سازی رو نداره، اهمیتش رو تقریبا به شکل. پس الان در مجسمه سازی های اخیر جنس فرمودید که و متریال نقش چندانی بازی نمی کنه. بستگی به سفارش دهنده ای داره که دوست داشته باشه، ولی توی هنرمنده شخصی که کار میکنه، حالا واسه خودشون کلکسیون کار میکنن یا مجموعه دارن، مگر اینکه سفارش دهنده بگه آقا من با این متریال میخوام یا با این جنس میخوام، با هر چی. بله دقیق. و شما یه تعدادی از مجسمه سازای اخیر کشورمون رو نام بردید، آقای قهاری، آقای محسس، آقای تناولی و بین اونها علی اکبر زن، آقای جازه معماری، جازه طباطبایی، قدرت الله معماری، بله، و بین اونها یکی هست به نام علی اکبر صنعتی که مربوط به شهر شما میشه، مربوط به کرمان میشه. در مورد علی اکبر خان صنعتی میخوام که بپرسم، چون اینطور که من خوندم و میدونم ایشون تنها فردی هست و تنها مجسمه سازی هست که دو تا موزه به نامش هستش و دو تا موزه داره، یکی در شهر تهران و دیگری در که فکر میکنم موزه هلال احمر مربوط به ایشون میشه در تهران، بله، توی میدان توپخانه تهران، بله، توپخانه، و یکی هم در شهر کرمان هست. در مورد ایشون برای ما بگین، سبک کاری ایشون و آنچه که فکر میکنید لازم هست، چون من فکر میکنم مجسمه سازی در شهر کرمان با حضور آقای علی اکبر زنده‌نام، علی اکبر صنعتی بود که رشد پیدا کرد، نمود خودش رو، نمایش داد خودش رو، نشون داد که من هم هستم. در مورد ایشون که به شکلی میتونیم بگیم بنیانگذار مجسمه سازی در کرمان هستن، برامون بیشتر توضیح بده. استاد صنعتی جز بچه های پرورشگاه حاج علی اکبر صنعتی بودن، بله، و ایشون از همون کودکی با طراحی و نقاشی هایی که انجام میدادن، حاج علی اکبر صنعتی که بنیانگذار پرورشگاه صنعتی هستن، پنج نفر رو که میبینه، البته اگه اشتباه نکنم بین پنج نفر تا ده نفر رو، بچه هایی رو که میبینه استعداد داره، فامیلی خودشو و اسم خودشو میذاره روی اینا، بله، که یکیشون هم علی اکبر صنعتی مجسمه ساز میشه و ایشون رو میفرسته تهران توی مدرسه، اگه اشتباه نکنم دارالفنون، شروع میکنن به آموزش، حالا تدریس آموختن هنر مجسمه سازی، و ایشون جز نوابقان آبرنگ هم هستن، یعنی آبرنگ، قدرت آبرنگی که ایشون دارن توی نقاشیشون کاملا منحصر به فرد و بسیار قدرتمنده. ایشون از با ابوالحسن خان صدیقی بسیار در ارتباط بودن، از ایشون بسیار آموختن و با ایشون هم همکاری هایی داشتن و جز مجسمه سازان با واقعگرای ایران هستن و جمله کرمان و جز چهره های ماندگار ایران هم حتی شدن و خیلی فعالیت میکنن در کرمان و ایران و یه موزه تأسیس میکنن توی کرمان. موزه ای که تأسیس میکنن داخل کرمان از آثار با ارزشمندی هم برخوردار است، یعنی از جمله کارهای خودشون، کارهای از هنرمندان جهان که به نام هستن و بسیار با ارزشن، خریداری میکنن با همایون صنعتی و وزارت فرهنگ اون دوره پس از انقلاب، آثاری رو خریداری میکنن و داخل موزه نگهداری میشه. آثار هنرمندانی همچون هنری مور، آگوست رودن، واسیلی کاندینسکی،
ایمل نولده، خیلی آثار هنرمند با ارزشی که قابل مقایسه با موزه هنرهای معاصر تهران هست. یعنی ما بعد از موزه هنرهای معاصر تهران، موزه هنرهای معاصر صنعتی جزء با ارزشترین آثاری هست که ما در ایران داریم. و ایشون چون خیلی هنرمند پرکاری بودن و ایشون جزء هنرمند پرکار جهان هم حتی محسوب میشن، بسیار کار زیاد دارن، خیلی کار دارن، اصلا قابل شمارش نیست. اگر به حساب ما ببینیم، خب خیلی از کاراشون هم متاسفانه نابود شده توی سری دوره هایی. بله، در اون مرحله کاراشون سال 32 و 57 نابود شد. بله، بسیار از کار خوش. و خب استاد صنعتی چهره های به نامی رو زیاد ساختن و موزاییک‌کاری هایی رو دارن که خیلی با ارزش، جز بنیانگذاران موزاییک‌کار هستن که با موزاییک حالا چیدمان هایی رو میکردن و پورتره های یا نقش هایی رو شکل میدادن. و سوالی دیگه باش من در خدمتتون هست. خواهش میکنم. و میخوایم سر بزنیم جلوی کاخ دادگستری در تهران. همونطور که شما خودتون فرمودید، آقای زنده یاد علی اکبر صنعتی با جناب ابوالحسن صدیقی و همینطور ارژنگ رحیمزاده یک کار با ارزشی رو اونجا انجام دادن که خب پس از سالیان سال هنوز وقتی به این کاخ مراجعه میکنیم، ما دست کار ایشون و هنر ایشون رو اونجا میبینیم. در مورد این مجسمه‌ای که اونجا هست برامون توضیح بدید. والا صحبت کردن در مورد این مجسمه ها واقعا از بنده حقیر، زبون ما قاصره در مورد چنین آثاری. ولی من هر موقع این اثر رو میبینم فقط از دیدنش لذت میبرم. بله، این که چقدر با قدرت و چقدر با وقار ساخته شده. خب این مجسمه تاریخشون رو همونطور که گفتین، خب برمیگرده به دوره پس از انقلاب ساخت این اثر. من نمیدونم واقعا در مورد این اثر چی باید بگن، چه توضیح بدن. من فقط میتونم بگم آره، فرشته ادالت رو اونجا کاشتن و این کاشتن باعث میشه که هر کس میاد جلوی کاخ دادگستری و این هنر رو میبینه، یادش میره غم و غصه خودش و گرفتاریش، یادش میره. اولش وای میسه یه مقداری، یه چند لحظه این مجسمه زیبا رو میبینه و آرزو میکنیم که عدالت و این فرشته عدالت همه جا حاکم باشه. همه جا. آره بله. و خب میریم سراغ بعد از علی اکبر خان صنعتی که مال نسل گذشته، کمی گذشته بوده، نسل قبلی بوده، میایم سراغ نسل جدیدمون و جوانهای این دور زمانه شهر کرمان که یکی از اونها شما هستید و دلم میخواد که شما در مورد سبک کاری خودتون بفرمایید که شما سبک کاریتون چی هست؟ آیا مدل و الگوی خاصی رو پیروی میکنید؟ آیا از فرد خاصی الگو برداری میکنید؟ یا اینکه خودتون یه در واقع خودتون خلاق کارهای خودتون هستید؟ این که حالا بگیم الگو برداری نمی کنیم، الهام می گیریم از آثار هنرمندای دیگه، چون به نظرم تمام هنرمندا این گونه هستن که الهام بگیرن و بتونن ایده بگیرن و با خلاقیت خودشون خود هنرمند شکل بده اونو و کاری جدید رو خلق کنه. در هنر مجسمه سازی و هنر امروز ما سبک خاصی رو نمیتونیم اختصاص بدیم به خودمون، بگیم مثلا به عنوان مثال من سبک رئالیست کار میکنم یا اکسپرسیونیست کار میکنم یا نمیدونم سورئال کار میکنم، دیگه ما اینو نمیتونیم اختصاص بدیم. هنر اجتماعی شده، یعنی ما دیگه خلق هنر داریم، خلق سبک دیگه نداریم. هنر اجتماعی، هنر کوچرو، هنر نمیدونم محیطی، ما خلق هنر دیگه داریم، یعنی از وادی سبک خارج شدیم. آثاری رو که من خلق میکنم، درست میکنم، چند مجموعه، من یعنی همزمان چند مجموعه رو کار میکنم. یه سری
فرم دارم که فقط روی فرم کار میکنم، یه مجموعه دارم روی هنر مثلا اجتماعی کار میکنم، بر اساس اجتماع مثلا کار میکنم، یه مجموعه دیگه دارم بر اساس فرم های بدوی یا مثلا گذشته کار میکنم، و یه سری فرم های آبستره دارم که بر اساس هنر معاصر امروزی کار میکنم، و یه سری مجموعه باز تلفیق اینا همه هست، یکم پیچیدیه. خب این پیچیدگی نشان از خلاقیت فرد داره. و شما گفتید که پیچیده کار میکنید، همه جوره هستش، و اینو بفهمید که آیا در زمانی که دارید اون مجسمه رو میتراشید به این فکر میفتید که باید چی کارش بکنید، یا اینکه طرح و برنامهش رو از پیش در ذهنتون ریختید و بعد اون رو روی اون متریال پیاده میکنید؟ توی مجموعه‌ای که من از مجسمه‌های از فرم‌های بدوی استفاده می‌کنم هیچ پیشینه‌ای ندارم، سنگو برمی‌دارم و شروع می‌کنم مثل خود گذشتگان، شروع می‌کنم به حالا تراشیدن حجاری یا چند هر چی اسمش بذاریم، شروع می‌کنم به خلق اثر، چون دوست دارم اون حس و حال و بدوی بودن رو توی آثار به وجود بیارم. ولی توی آثاری که با هنر اجتماعی کار میکنم فکر شده، یعنی باز این برمیگرده به اون حالت اجتماعی که الان هست. مثلا شما تصور کنید ما امسال یه جور حالت اجتماعی داریم و سال دیگه جور دیگه، و این دوباره ذهنیت تغییر میکنه. به عنوان مثال من به اساس روحیه اجتماع امسال یه سری کار رو میخوام ایجاد کنم، خلق کنم، و این ذهنم درگیر، مدام طرح میاد تو ذهنم و اجرا میکنم، و ممکنه سال آینده این تموم بشه، درسته، و یک دریچه دیگه باز بشه و یه افکار دیگه، این گونه پیش میریم. پس در واقع موضوعات اجتماعی تاثیر مستقیمی روی کار شما داره، اگر بخوایم به خیلی راحت بگیم. و در حال حاضر به عنوان یک مجسمه ساز و پیکر تراش، شما از چه متریالی استفاده میکنید؟ بیشتر از چه متریالی رو به کار میگیرید و فکر میکنید اون به شکلی میتونه اون اندیشه شما رو بهتر در آن پیاده کنید؟ متریالی که در حال حاضر دارم استفاده میکنم و قابل دسترس برام سنگ هست، ولی خودم رو محدود به متریال خاصی رو سعی میکنم اینجا نکنم، خودم رو محدود نکنم به متریال خاصی، مثلا حالا هر چی که بتونم دم دستم باشه شروع کنم باهاش مجسمه ساختن. ولی برای کارهای پروژه های اختصاصیم خب بستگی به سفارش دهنده داره که چه جور متریالی بخواد استفاده کنه، و پروژه های خاصی رو که الان دارم انجام میدم متریال اصلیشون سنگه، و این سنگ‌های جزیره است، سنگ‌های بومی هستند که من بتونم اون فرم‌های بدوی خودم رو به راحتی که قابل شکل پذیری باشن روی هر سنگ و به خوبی بنشینن و بتونم اون جوابی رو که میخوام ازشون بگیرم، سنگ‌های جزیره هستند. و شما هم مجسمه ساز هستید و هم نقاش هستید، و وقتی من تاریخچه و زندگی نامه بسیاری از پیکرتراش ها رو میخونم، به این نتیجه میرسم که بیشتر اونها این دوتا هنر رو با هم دارن. ترکیب این دوتا هنر چی هست که باعث میشه یه پیکرتراش نقاش خوبی بشه و یه نقاش پیکرتراش خوبی بشه؟ چه وابستگی بین این دو وجود داره که این دوتا رو به هم ربط میده؟ خب هنر پای همه هنرها، توی هنرهای تجسمی البته، طراحی هست. ما وقتی وارد آکادمیک میشیم، حالا چه از لحاظ آکادمیکی چه از لحاظ آموزشگاه های بیرون، طراحی رو یاد میدن به این دلیل که ذهن آماده بشه، و وقتی طراحی و نقاشی رو، یعنی پایه همه چیز طراحی است، بعد شروع میکنیم به طراحی کردن و نقاشی کردن تا ذهن ما خلاق‌تر باشه و تجسمی تر بشه، یعنی تجسمش قوی تر بشه. ما با طراحی کردن میتونیم ذهن خودمون رو آماده کنیم واسه کارهای بالاتر که میخوایم انجام بدیم،
و همانطور که میدونید هنر هم اینجوری بگم که یه جور اعتیاد داره دیگه. وقتی که واردش میشی آره یه اعتیاد خوبه دیگه، خارج شدن ازش غیر ممکنه. و وقتی ما طراحی نقاشی رو میکنیم و اون لذتش رو میچشیم دیگه جدای ازش غیر قابل ممکنه. حالا ممکنه یه نقاش مثل استاد عباس کیارستمی که اوائل نقاش بودن و وارد فیلم سازی شدن باز نقاشی رو ادامه میدادن. ما مثلا دیدیم از ایشون و این هم همینه. ما اگر چون اوائلش به صورت اکادمیک ما وارد طراحی میشیم و یه چیز دیگه غیر قابل جدا میشه و ما میتونیم اون روند رو به اکثر و خصوص مجسمه سازا، چون با طراحی کاملا در ارتباطن، باید بتونن طرح رو بزنن، باید اون تجسم قوی رو باید داشته باشن و داشته باشن. حالا اونی که فیگور کار میکنه، اونی که آبستره کار میکنه دیگه مهم نیست، باید حتما اون طراحی رو آموخته باشه و دست قوی رو داشته باشه. شما یه اشاره مختصری راجع به سبکتون کردید و گفتید که برخی از کارهای شما تأثیر گرفته از اجتماع هستش و میخوام ببینم چطور اون رو مدرنش میکنید. آیا همون سبکهای گذشته رو به کار میبرید یا اینکه تلفیقش میکنید با هنر نو که افراد و نسل نو همونو بیشتر بپسندن و خواهانی بیشتری داشته باشید؟ خب من توی هنر معاصر مطالعه زیاد میکنم و پرزنت کردن کار جزئی از اثر هست. به عنوان مثال من اگر من یه مثال کوچیک بزنم، من مجسمه هایی رو ساختم توی قشم با سنگ های جزیره و کاملا فرمهاشون بدفی بود و اینا رو من زیر آب قرار دادم. بله. و توی یه کانال تلگرامی دیدم که زدم پیدا شدن آثار باستانی. عجب. بله الان که شما اشاره کردی من هم به خاطر میارم این نکته رو که گفتن. بله. حالا واقعا دلم میخواد که یه برنامه رو من اختصاص بدم به کارهای خود شما، چون اینقدر تنوع در کار شما زیاد هست که واقعا میطلبه یه برنامه ما داشته باشیم. بلخص اون کاری که زیر آب انجام دادی شگفت انگیز بودش، واقعا شگفت. فکر میکنم جزو من ندیده بودم در ایران و نشنیده بودم. فکر میکنم اولین کسی هستید که این مهارت رو و این قدرت رو به خودتون دارید، این جسارت رو به خودتون دادید که بخواید یه همچین کار بزرگی رو دست بگیرید و برید زیر آبها و اونجا از جنس خود اون سنگهای اونجا مجسمه بسازید و بقیه رو هم بکشونید به طرف به زیر آبها. خب من باید که راجع به اون بخش که واقعا برای خود من هم جای شگفتی داشت وقتی که فهمیدم، یه برنامه جداگانه داشته باشم که بتونیم اونها رو با فیلم و با عکس نشون بدیم. این برنامه فقط میخواستم که به شکلی یه معرفی کوتاه از شما داشته باشم. شما خیلی جوان هستید و آینده پیش روی شماست. من مطمئنم وقتی در این جوانی به همچین کارهای ابتکارانه و خلاقانه دست میزنید در آینده چه خواهید کرد خدا میدونه. ممکنه بشنویم یه روزی که در کره مریخ شما یک اونجا یک نمایشگاه به پا کردید. خب قابل دسترس باشه. آره. بله. حالا بگید که نمایشگاه خیلی مختصر، چون میخوایم این برنامه رو ببندیم و به امید این باشیم که یک برنامه دیگه مختص کار خود شما داشته باشیم و بعد کار مجسمه سازی در کرمان رو پی بگیریم. نمایشگاه های زیادی رو که من برگزار کردم در موزه هنر معاصر اصفهان، در موزه هنر معاصر کرمان، در خانه هنرمندان اصفهان، جاهای زیادی بوده. اثر توی جزیره قبرس دارم توی دانشگاه و نمایشگاه توی روسیه، توی ایتالیا زیاد بوده. نمایشگاه زیاد بوده. از حرفم درسته که گفتم یک شبه رهه سخته.
رفتید. خب و در آخرین لحظه ها دلم میخواد که یه پیام شیرین با لحجه شیرین با گویش شیرین کرمانی ها برای دوستان مختلفمون در سر تا سر ایران و به ویژه برای کرمانی ها یک پیام بدید به ما که ما بشنویم و اون رو به شکلی مختص کرمانی ها باشه. من مطمئنم که بقیه هم متوجه خواهند شد، ولی یه پیام با لهجه کرمانی برام بسیار شیرین هست از زبان شما بشنم. من یه پیام میگم که همیشه حالا اینو بابا بزرگامون یا مثلا اونایی که کرمانیان و هر وقت که بچه یا نوه میخواسته بره اینجوری به حساب بدرقش میکردن. قربونت برم انشالله، حادربون خودت باش، قد خودت بدونی ها، حادربون خودت باش، از تو سایه هم برو، قربون تون رمه ماشالله. بسیار خوب، ممنون از این پیامتون. من حادر خودت باش رو شنیده بودم، ولی حادر بون خودت باش رو دفعه اولی که میشنوم. جناب مسلم سعید، جناب سعید، از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و در این برنامه با من یک اجرای خیلی خوب داشتیم، یه هنر خودتون رو و تاریخچه هنر مجسمه سازی و پیکرتراشی رو برامون به مختصر گفتین، صمیمانه ازتون تشکر میکنم. ولی به این امید هستم که بتونم چندین برنامه راجع به خود کرمان و راجع به خود شما داشته باشم. در خدمتم، باعث افتخار بنده هم بود که امروز در خدمت شما بودم. خیلی خوشحالم بابت این موضوع و کلی انرژی گرفتم ازتون، بسیار سپاسگزارم. صدا میکنم، به خداوند بزرگ میسپارمتون. شاد و اهورایی باشید و زندگی